احمد با خود 198 دانه سنگ مرمر یا توشله یا تیله داره. بعدن 44 دانه دیگه خرید. یک سال بعد با خود گفت که او سنگ مرمر یعنی توشله یا تیله کافی داره. او تصمیم گرفت تا یاره با دیگه 31 نفر همسنفی خود تقسیم کنه. تخمیناً بگوین که برای هر همسنفی او چند دانه سنگ مرمر یعنی توشله یا تیله میرسه؟ دقیقاً ما اینجا لغت تخمیناً را داریم. ای به این معنی است که ما ضرورت نداریم جواب دقیق را داشته باشیم. اینجا اگه گفته که تخمیناً یا تخمین بزنین که چقدر سنگ مرمر یا توشله یا تیله به هر همسنفی او میرسه، پس ای به این معنی است که ما میتونیم اعداد را کم و بیش کنیم تا محاسبه ما یک کمی آسان‌تر شود. پس بیاین که شروع کنیم. اول از 198 سنگ مرمر یا توشله تیله شروع میکنیم. خب، در این عملیه قسمی که قبلا گفتم، اعداد را به نزدیکترین خانه دهن بالا میبریم تا محاسبه ما آسان شود. میاییم به 198. 198 را که به نزدیکترین خانه دهن بالا میبریم، پس به خانه یکن میاییم. در خانه یکن 8 است. اگر در خانه یکن ما عدد 5 و یا بزرگتر از او باشه، در این صورت باید عدد بالا برده شوه. حالا عدد را بالا میبریم. عدد 198 را که به نزدیکترین خانه دهن بالا میبریم، پس میشه 200. تا 200 صحیح است که بالا ببریم. همین 200 برای 198 نزدیکترین خانه دهن است. خب، این شد به حساب تقریبی مساوی با 200. و این علامه که شما میبینین به این معنی که این عدد تقریبا مساوی است یا تخمینا مساوی است با عدد مقابل. و این مقدار است که توسط از او شروع میکنه. بعدن 44 دانه دیگه میخره. 44 تخمینا مساوی است با اینجا اگه ما بخوایم که به نزدیکترین خانه دهن بریم، پس اول از همه به خانه یکن خود نگاه میکنیم. ای از 5 کده کوچکتر است. پس ما اینجا به خانه دهن که از 44 پایین تر است میاییم. 40 خانه دهن پایین تر از 44 است. در این صورت که ما به پایین ترین خانه دهن بریم، عدد مجموع ما تقریبا 240 میشه. خب، قبل از اینکه او سنگ مرمر یعنی توشله یا تیله را توضیح کنه، پیش خودش چند دانه داشت؟ خب، اگر اینجا ما هم عدد را که تخمین زدیم با هم جمع کنیم، 200 جمع 40، او تقریبا 240 دانه توشله یعنی سنگ مرمر یا تیله را قبل از توضیح کردن با خود داشت. حالا سوال در اینجاست که این تعداد را چند تن متعلمین با هم مساویانه تقسیم میکنن؟ تعداد متعلمین 31 نفر است. اما باز هم بیاین که اعداد را کم و بیش کنیم تا محاسبه آسان شود. اگر این نزدیکترین خانه دهن میبریم، در این صورت باز باید عدد را پایین بیاریم، به خاطر که خانه یکن ما عدد 1 داره و از 5 کده کمتر است. بالا برده نمیتونیم. پس ای را از 31 پایین میاریم. ای هم میشه 30. اینون اگر خودت 240 توشله یعنی سنگ مرمر یا تیله داشته باشی و به 30 نفر مساویانه تقسیم میکنی، برای هر نفرش چند دانه میرسه؟ 240 را تقسیم 30 میکنیم تا جواب مورد نظر خود را دریابیم. باز هم میگم این محاسبه تخمینی است. عدد تخمینی 240، 240 تقسیم 30 چند میرسه؟ اینجا یک کار دیگه میکنیم. امر به معنای سنگ مرمر برای هر متعلم در نظر میگیریم. با یک قسم هم انجام داده میتونیم. M ضرب C مساوی است به 240 یا 240 مساوی است به M ضرب C. با یک قسم هم انجام داده میتونیم. M ضرب C مساوی است به 240 یا 240 مساوی است به M ضرب C. اجازه بدین که اقسم نشته کنم. ای به همون معنا است که ما میگیم 240 مساوی است به M ضرب C. در اینجا ما در صدد پیدا کردن M هستیم، یا M هم عدد تخمینی سنگ مرمر برای هر متعلم است. خب، بیاین که ام را پیدا کنیم. راه های بسیار زیادی است تا ما ای را دریابیم. ضرب زبانی سی را میخوانیم. سی، شست، نوت. باید داشته باشین که این ضرب زبانی به ضرب زبانی سه همسان است. اینجا ما فقط یک صفر داریم. ضرب زبانی سه دهان دهن است و فعلا ما دهان دهن یک صفر داریم. پس همه تو ادامه میتیم. نوت، 120 که در ضرب زبانی سه میشه 12، فقط صفر علاوه شده. همه تو پیش میریم. 15، 18، 210، 240. خب، ای با چی معنا شد؟ ای با این معنا 30 ضرب 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 است. حالا فهمیدیم که 240 مساوی است به 30 ضرب 8. حالا نشته کده میتونیم که 240 مساوی است به یک اپیاتتان باشه 30 ضرب 8 عین 8 ضرب 30 است.
240 مساوی است به 8 ضرب 30. همچنان گفته میتونیم تعداد سنگ مرمر یعنی تشله و یا تیله را که هر دوست او به دست میاره تخمیناً 8 است. پس اینجا نوشته میکنیم که 8 هر همسنفی تقریبا 8 سنگ مرمر را به دست میاره. باز هم میگم که این یک تخمین است. جواب دقیق و درست نیست. حالا شاید شما کوشش کرده باشید که یک کمی جواب دقیق را به دست بیارین. اگر 198.44 رقم را بیش نکنیم و فقط 2 را علاوه کنیم هم میشه 8 جمع 4 میشه 12. 1 حاصل. 1 جمع 9 میشه 4 میشه 14. تعداد دقیق سنگ مرمر را که او داشت 242 بود. ای هم نظر 240 عین تعداد است. یعنی ای که عدد 240 یک تخمین خوب بود که ما کردیم. عدد دریافت شده را تقسیم کردیم به تقسیم کردن ای عدد به 31 یک کمی گیج کننده بود. خوشبختانه ما میتونستیم که تخمین بزنیم. کم و بیش کنیم تا آسان شود. عدد دریافت شده را تقسیم کردیم به 38 را به دست آوردیم. همچنان به این طور هم گفتم میتونیم نوت کنین. بیست و چهار تقسیم سه مساوی است به 8 و اگر شما 240 را تقسیم 30 کنین این هم مساوی میشه به 8. پس اگر شما یک چیز را ده ضرب بزرگش کنین باز هم قیمت را به دست میارین. در هر دو صورت هر همسنفی او تقریبا 8 دانه سنگ مرمر یا تشله یا تیله را به دست میاره.